و ایشون دوست صمیمی خانم مریم و مسعود رجبی هستن. اینا طبق گفته خودشون نوارش از فیلمش هست و خودش میگه ما دوستی ما از یه دوستی نزدیک گذشته. به کمپ اشرف چند بار رفتن، در منزلشون اینجا اینا رو دیدار کردن و بسیار پشتیبانی میکنن از این سازمان تروریستی که در اکثر کشورهای اروپایی جزء لیست سازمان تروریستی هستن، در امریکا جزء سازمان تروریستی هستن. و تعجب هست برای ما که رئیس ضد اطلاعات یک کشوری چطوری میتونه بهترین دوستانش یک گروه تروریست باشه. Bonjour Monsieur Yves Bonnet, bienvenue ici. Je vous remercie beaucoup d'accepter de venir ici. J'avais quelques questions à vous poser. آقای بونه، خوش آمدید. اگه اجازه بدید قبل از هر چیز می‌خواستم بپرسم چرا به اشرف اومدید و نظرتون درباره اشرف چیه؟ Je suis venu à Ashraf, c'est un peu la suite d'une longue histoire parce que en réalité, je reviens à Ashraf. اومدن من به اشرف داستانی طولانی داره. چون در واقع من به اشرف برگشتم. 12 سال پیش من به اشرف اومده بودم. اون موقع شرایط اشرف با شرایط کنونی متفاوت بود. اون شرایط شرایط دشواری بود، چون در اون ایام عراق تحت تحریم بود. تحریم قربانیان زیادی می گرفت. یادآوری کنم که بیش از 1 میلیون عراقی به خاطر این تحریم جون خودشون را از دست دادند و من تمایل داشتم دوباره به اشرف برگردم، به خصوص حرفایی که خانم مریم رجوی و دوستان مجاهدم به من گفتند عزمم رو برای اومدن به اشرف راسخ‌تر کرد. فرصتی فراهم شد و من هم اونو مغتنم شمردم. آقای بونه، شما یک شخصیت سیاسی هستید و در مواضع رسمی کار کردید. چه چیزی باعث شد در کنار مجاهدین قرار بگیرید و در طول همه این سالها از مقاومت ایران حمایت کنید؟ من همیشه به اهدافی که با عدالت سر و کار داشتند دلبسته بودم و طبعا با تعدادی از شماها رابطه دوستی برقرار کردم، قبل از همه هم با مسعود رجبی و مریم رجبی. البته حالا روابط ما خیلی از روابط رسمی فاصله گرفته و حالت دوستی گرفته و من دوست دارم که به دوستانم کمک کنم. Et puis je suis devenu tout naturellement l'ami d'un certain nombre d'entre vous, à commencer par Massoud Rajavi, par Mariam Rajavi, qui est même venu chez moi en Normandie. Donc nous avons des relations qui ont largement dépassé از یک جای پشتیبانی ایشون میشه که اینقدر طرفدار این گروه آقای مسعود و مریم رجوی است، کمان که در دو دادگاه تمام شاهدین و تمام افراد وکلا همه از سازمان مجاهدین بودن پشتیبان این شخص. از ایشون میخوان بیان که اسمشون رو بذارن این مطالب رو به صورت یک کتاب در آوردن و از ایشون خواستن که شما اسمتون رو بذارین روی کتاب و این کتاب رو پخش کنین به عنوان کسی که شما رئیس دسته و ضد اطلاعات این کشور هستین، این کتاب رو بدین بیرون، بگی اینا مامورای وزارت اطلاعات رژیم هستن. بعد کتابی که ما بیرون آمد و کتاب مطالعه کردیم شکایت کردیم. فکر نمی‌کردن اینا که ما دنبال کنیم و شکایت بکنیم از این کتاب و از نویسنده ناشر و اینا رو ما به دادگاه کشونیم. در دادگاه اول خب اسم آقای نراقی آمده، آقای نراقی رو همه میشناسن در رژیم گذشته و در این رژیم. آقای فیروزمند هست، من هستم، آقای خدا بیامرز شلالی هست که فوت کردن نمیدونم به چه دلیلی در سال گذشته، آقای راسبین هستن، یه عده از افرادی که خلاصه با این سازمان خوب نیستن و بقیهشون تمام جدا شده های سازمان هستن. اینا رو گذاشتن جزء لیست مأمورین وزارت اطلاعات. البته 2-3 تا از مامورین وزارت اطلاعات واقعی که در سفارت بودن که خود اینا اونا رو میشناختن با هم در تماس بودن، اسم اونا رو هم گذاشتن توی این که بالاخره یه دونه راست میگن 50 تا دروغ بغلش میذارن که به
شنونده یا بیننده بگن که بله این آقا مأمور سفارته، پس اینم با این در تماسه، پس اینم مأمور سفارت. در صورت از این تماس ها ما هیچی ندیدیم که این تماس ها کجا بوده، چی بوده، چی من گرفتم، من این مدت با کی تماس گرفتم، کجا بودم، هیچی نیست، فقط حرف است. خب این کتاب که آمد ما شکایت کردیم رفتیم دادگاه، سه روز دو روز دادگاه، از صبح تا شب دادگاه برگزار شد و حدود 500-600 نفر اینا از افرادشون روز اول آوردن در دادگاه در خیابون ها. خب همون کارهایی که دو روز حزب الله در ایران، چماقدار حزب الله در ایران میکنن، اینا در اینجا کردن، حرفایی که لایق خودشون هست به ماها زدن، فیلم گرفتن، عکس گرفتن، حمله کردن طرف من، طرف آقای نرابی، پیرمرد 80 ساله. به اسم مزدور اینا رو خطاب کردن که خب مزدوری همه میدونن که 30 ساله اینا مزدور صدام حسین، شخص صدام حسین بودن، مامورای نزدیک صدام حسین بودن در کشتار و در اجرای اوامر صدام حسین با حقوق بگیری که پولی که صدام حسین در اختیار اینا میذاشت. 25 خرداد ماه 1365 دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت. قال سید الرئیس صدام حسین قد اوفا و اكد على كل هذا الكلام لحظه اخيره واحده بالوحده. وأنتم تعرفون جيدا بأن السياسيين كثيرا ما يتحدثون ويفتحون الكلام. كثير من الكلام لربما قد ينسوا بعض منه. ولكن إن المقاومة الإيرانية عندما تلتقي وتحقق الالتقاء مع حزب البعث فإن ذلك ليست صدفة وليس على سبيل الصدفة، بل إنها تعبر عن ضرورة. محکوم شدن به اینکه مطالبی که نوشتین راجع به آقای نراقی درست نیست و محکوم به پرداخت جریمه شدن، محکوم به این شدن در روزنامه بنویسن که اینطوری نیست. در مورد من فقط گفتن، چون گفتن مأمور رژیم، اینها گفتن که مأمور رژیم بودن جرم نیستش و این خیلی چیز مهمی نیست، که وقتی که ما رأی دادگاه رو دیدیم و خوندیم دوباره ما تقاضای فرجام کردیم.